سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ با صدور بیانیه‌ای نسبت به تجمع ضد شیعی در شهر کراچی پاکستان ابراز نگرانی کرد. به گزارش شیعه ویوز در بخشی از این بیانیه آمده است: در جریان این تجمع‌ها وابستگان سپاه صحابه در پاکستان با حمل پرچم‌هایی شعارهای علیه مسلمانان شیعه سر داده و آنها را کافر خواندند. همچنین آنها نه تنها به دارایی‌های شیعیان بلکه به زیرساخت‌های عمومی شهر نیز آسیب زدند. مسلمانان شیعه در پاکستان یک اقلیت به شمار می‌روند. شیعه رایتس واچ ادامه داد: سالهای سال است شیعیان با خشونت کنترل نشده‌ای از سوی افراط‌گرایان روبرو شده که آنها را خارج از دین اسلام می‌دانند. از این رو برای کنار زدن مسلمانان شیعه و توجیه قتل آنها، این افراط‌گرایان از برچسب‌هایی مانند کافران و خارجی‌ها استفاده می‌کنند. این بیانیه ادامه داد: جدیدترین بهانه‌ها برای اقدامات ضد شیعی به ویروس کرونا مربوط می‌شود که برخی آن را ویروس شیعه نامگذاری کردند. این افراد شیعیان را متهم اصلی شیوع ویروس کرونا می‌دانند. این بیانیه با اشاره به اینکه احتمال سوء استفاده از کرونا می‌رفت ادامه داد: این شکل از تبعیض مذهبی میزان عمق و خشونت فرهنگی علیه شیعیان در پاکستان را نشان می‌دهد. برای مثال در اسلام آباد تعصبات مذهبی علیه شیعیان به حدی شدید بود که یک فرد ساده از اهدای پلاسمای خون خود به یک مسلمان شیعه خودداری کرد و ترجیح داد تا یک هموطن شیعه او جان خود را از دست بدهد. پاکستان از آغاز محرم شاهد خشونت شدید علیه مسلمانان شیعه بوده است. در این ماه مسلمانان شیعه با افزایش موارد نقض حقوق بشر روبرو هستند، زیرا مراسمات مذهبی آنها در این ماه آنها را هدف شیعه ستیزی قرار می‌دهد. به هر حال تجمعات اخیر ضد شیعی در پاکستان کم سابقه یا بی سابقه بوده است. از آن زمان تعداد زیادی از مسلمانان شیعه گزارش دادند که خانه‌ها و محل کار آنها با دیوارنوشته‌های تحقیرآمیز مورد حمله قرار گرفته است که این کار آنها را به اهداف خشونت تبدیل کرده است. در واکنش به این حملات، شیعیان پاکستانی در توییتر خود تجربیات خود را به عنوان مسلمان شیعه در این کشور به اشتراک گذاشتند. مسلمانان شیعه در پاکستان روزهای خود را در حاشیه کشوری که در ساخت آن نقش داشتند سپری می‌کنند. آنها به قدری احساس خطر می‌کنند که بسیاری تصمیم می‌گیرند مناسک مذهبی خود را مخفیانه انجام دهند. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ در پایان بیانیه خود ضمن محکوم نمودن بی‌توجهی مقامات محلی و حکومتی به این تجمعات نفرت محور از مقامات پاکستانی خواسته عدالت را درباره مسلمانان شیعه این کشور به اجرا درآورند.